به نام ایران، به نام خادمین ایران، به نام کوروش کبیر، اسمم کریم عامقی است، فرزند حسن زاده تبریز، بزرگ شده در تهران، فارغ التحصیل از دبیرستان البرز و من ماشین سازی تولید تهیه خوندم در دانشگاه آخن و در قسمت دوم خوندم اقتصاد صنعتی. تجربیات من در مورد ایران و توسعه ممالک جهان سوم خیلی زیاده. من در زمانی که شاه در ایران حکومت میکرد و 22 سالم بود، یک کتابی نوشته بودم به نام ریولوشن این ایران، انقلاب در ایران، که اون رو متاسفانه پدرم سازاند که به بدن من و فامیل ما صدمه نرسه و این کاش این کتاب به دست شاه رسیده بود و اون رو میخوند و موضوعی که بعدم پیش میومد پیش نمیومد. من به طور خلاصه میگم اون چیزهایی که در ویدیوهای مختلف در زیر www.primary.com اومده. یک، مملکت ایران تاریخ 5000 ساله، حداقل 5000 ساله داره و دینی که به ما اومده به نام دین اسلام 1400 سال پیش، این از اساس و پایه دینی نیست که به درد ما بخوره. نه تنها به درد ما نمیخوره، بر اساس فکرها و نظریات متفکرینی مثل لنین، اینشتین، آدام سمیت، کارل مارکس، این دین باعث عقب ماندگی است. یکی از بدترین شعبه های دین اسلام، دین اسلام شیعه است که در کتاب های زیاد در اون توضیح داده شده. یک کتاب اصلی در این مورد کتابی است که آقای شجاع‌الدین شفا نوشته به نام دکانداران دین، و کتاب دیگه که خیلی قبل از اون نوشته همشهری تبریزی من نوشته، آقای احمد کسروی، به نام شیعه‌گری، بهایی‌گری، صوفی‌گری، که کثافت بودن دین اسلام شیعه رو میرسونه. این دین رو انگلیسی‌ها شاخ و برگ دادن با فرستادن لباس‌های ملاها، با دستای آهنین حضرت عباس و حضرت امام حسین و غیره صادق، و باعث هم از بین بردن این دین شدن و هم این دین به درد امروز نمیخوره، چون تمام این دین به اساس خرافاته. انگلیسی ها به دین ترتیب در ایران حکومت میکنن که 4 تا عامل رو به کار میبرن: یکی دین شیعه، دو اینا به کار میبرن فراماسون ها رو، ما میگیم فریمارز یا فراماسون یا فریمسون به انگلیسی، سوم هم به کار میبرن ملاها رو به عنوان عامل جاسوسی و کارسازی و دلالی، چهارم ایرانی های بیناموس، بیشرف و بیهویت رو که وطن فروشن. این سیستم بلخص در زمان هایی که قبل از زمان پهلوی بود خوب به کار می رفت، در آخر سلطنت پهلوی هم خوب به کار رفت که 10,000 مسجد در ایران بود. یعنی اگر هر مسجدی توش حداقل 1,000 نفر بود، 10,000,000 پشت این ملها آدم بود که حداقل 1,000 نفر. آقایون ملها عمر اقتصادی، سیاسی و غیرزالکشون تمام شده، با توجه به اینکه همه دنیا میدونن که این ملها رو امریکایی‌ها، جهودها، آقای هنری کیسینجر رئیس باند جهودها و ناتو آورده در ایران به کار گمارده که نفت و گاز رو مجانا بده از جنوب و شمال به اینها.
این به صلاح انگلیسی هست، به صلاح انگلیسی هست، به صلاح امریکایی هست که به این فتنه خاتمه بدن. به صلاح مله هست برای اینکه زنده بمونن، برای اینکه یه آدم کشی بی حد به حد نشه در ایران، با انسانیت به طور هخامنشی کنار بیان، برن در یک جایی مثل قم یا یه جایی نزدیک قم یا لندن خدمت خانم الیزابت، ملکه الیزابت خودشون زندگی کنن. با این وضعی که در ایران پیش اومده که اینها بهانه اتمی رو میخوان قرار بدن عنوان پایی که استحکام بدن به وضعیت ملاها، نه جنگ با ملاها، جنگ برای ملاهاست، به خاطر ملاهاست و به ضرر ملت ایران، این آخر عاقبت خوبی نخواهد داشت. چون اگر ملاها این جنگ رو ببرن که غیر ممکنه، خواهند باخت. این جنگ جنگی است که ملاها خواهند باخت، ایران هم ویران میشه. ایران که ویران شد، ملاها بمیرن. اگر ملاها عقل و درایت و هوش داشته باشن، وضعیت لیبی، وضعیت مصر و غیر زاره که دیدن که آقای قدافی خیلی خادم مملکت خودش بود، اصلا این کسافت کاری ملاها را هم نمیکرد به هیچ وجه. می اومدم کنار میگفتم ملت ما دزدی کردیم، ملت ما نوکریم برای خارجی، اما حالا از این دقیقه میخوایم حکومت بدیم به یه گروهی که میخواد ایران رو درست کنه. یکی از این گروه، گروه سازمان دانش آموزان یا دانش آموختگان اربرزه که سنش بین 30 و 80، تا سن 70-75 این کارایی داره و من فکر میکنم تا مدتی که این گروه زنده هست، تنها گروه متشکلی است که میتواند با علم و دانش ایران رو ببره جلو. و ما خواستی مادی از ایران نداریم، از دقیقه اول کاغذ میدیم که این پولا همش مال ایرانه و نمیذاریم از دماغ یک نفر ولو ملا خون بیاد. ما با آدم کشی و با این کارهایی که عقب موندگی ثابت میکنه کاری نداریم. ما میخوایم ایران نجات بدیم. ایران رو باید طوری ما نجات بدیم که بیم این سیاست مدارهای خارجی رو در سطح بالا بخریم، نه اینکه سیاست مدارهای ما اسباب بازی دول بیگانه باشن. این مهمه. ما میتونیم، فقط گروه ما میتونه سیاست مدارهای خارجی رو بیاد بخره، راه دیگه هم نداره. ما راهی که بیایم بگیم جنگ میخوایم بکنیم نداریم. ما هواپیمایی که نمیبینیم چطور میخوایم باش جنگ بکنیم؟ هواپیمایی که آمریکا داره، اون بدنش رو بنده 1970 نمونهش رو واسه ناتو خود بنده درست کردن، اون نمونهش رو در دانشگاه آخر درست کردن. این هواپیما رو دیولوب کرده، توسعه داده آمریکا و نوعی درست کرده که قابل رویت نیست. شما دشمنی که بمب میخواد بندازه اون هواپیماشو نمیتونی ببینی، جنگ باش نمیتونی بکنی. آقای عزیز، روس هم شما رو علاف کردن، چینی هم علاف کردن. اگر اونها به شما اصلی بدن و بخواید شما جنگ بکنید بر ضد آمریکا و اسرائیل، اینجا میشه جنگ سوم جهانی. از طرف شما روس ها رو آوردین تو ایران، این اجازه رو به شما کی داده؟ روس ها کی اومدن ایران که بخوان در بیان؟ روسا کثافت ترین ملت دنیا هستن. مگه اونا دست از سر شما برمیدارن؟ آقا ما نه کارخونه برق اتمی میخوایم، ما اینقدر زمین داریم واسه برق آفتابی، ما احتیاج به اتم نداریم. آقای عزیز، این تکنولوژی مال تکنولوژی 64 قربونت برم. این تکنولوژی که به شما دادن دم دستونه بنده 1500 کارگر تو همین کارخونه برق اتمی شما داشتم زمانی که شاه بود. به صلاح شما نیست این کارخونه رو اداره کنید، به صلاح شما نیست که بمب اتم درست کنید. مشاور شما یا دیوونه هستن یا خودتون یا هر دوتاتون با هم. و من از ملت ایران خواهش میکنم بیشتر بخونن، بیشتر مطلع بشن، کمتر دنبال افراد حمال و مهملی مثل گروه سبز برن که آدم کشای ملاها هستن، کمتر دنبال افرادی برن که خود مال ملا هستن. ملا سبز آبی قرمز نداره، ملا بلبل نیست که بابا جون. ملا همیشه کثافت. آقای ملا، من به طور رسمی میگم، من مردی هستم 67 سالمه، تحصیلاتم هم خیلی بالاست،
اطلاعات هم خیلی خیلی بالاتر از اون که شما فکر میکنید و دول خارجی حرفای ما رو قبول دارن، حرفای شما رو قبول ندارن. شما به خودتون و به بچه هاتون رحم کنید. ایرانی از ایرانی کشتن، ایرانی با توبر پایین که انداختن از پل، با گوله انداختن، با آدم کشی کار شما راه نخواهد افتاد. شما بیایید دست به دامن گروه البرزی ها بشید، که اکرار میکنم دست به دامن دید، خواهش میکنم به شما امان میدیم که امان شما سنار نمیارزه، خودتون هم میدونید نه خودتون سنار میارزه نه انام یه قولی که میدون، ولی ما برای وطن خودمون حاضریم این خدمت رو خدمت ملت ایران بکنیم. و از شما خواهش میکنم توجه بکنید، اگه جنگ بشه در ایران شما برنده نیستید، اگه جنگ هم نشه برنده نیستید، بیاین کنار از حکومت. این حکومت نه شما سوادشو دارید، نه تواناییشو دارید، نه اعتبارشو دارید. شما در صحنه ایران و بین المللی بی اعتبار هستید. نمونه بی اعتباری شما اینه که رئیس بانک خودتون پولتونو میدزده. این بهترین کار ممکنه رو کرده واسه خودش. شما شانسی در ایران ندارید. این خودش نشانگر اینه، این دزدی، که شما شانستون صفره. به ترک ها میگن صفر، فارس ها میگن صفر، انگلیسی ها میگن زرو. اگه اینه نمیفهمید، من متاسفم. خداوند ایران رو کمک کنه که از این وضعیت موجود نجات پیدا کنه. از شما هم خواهش میکنم بمب اتم سازی رو موقوف بکنید، موقوف، فورا موقوف. ما اینو درست میکنیم، جلو جنگ هم میگیریم. من کریم عمیقی، فرزند حسن.